اسلام حتی مادی ترین ابعاد زندگی رو هم با معنویت گره میزنه. فرق اسلام، فرق عرفان و اخلاق و معنویت و احکام اسلام با بقیه ادیانی که ما میگیم دین خاتم ادیانه، این دین دین کامل و جامعه، برای که هیچ بعد زندگی شما رو خالی از معنویت نمیگذاره. من گاهی فکر میکردم که میدیدم مثلا تو حاشیه مفاتیح ناتی تو روایت میگه که مثلا وارد دستشویی هم دارید میشید مثلا این ذکر رو بگید. گاهی مثلا من تو دستشویی رفتم دیگه وقت ذکر گفتن آخه چجوری وارد میشید چی میگی وقتی اینا دیگه. تا این مدت ها من واقعا تو ذهنم مسئله بود که برای دستشویی رفتن ذکر میدن، برای غذا خوردن ذکر میدن، برای بعد هم به این چه رسیدن وقتی که شما عرفان های دیگری تو دنیا میبینید، مکاتب عرفانی شرق و غرب رو برید ببینید، مکاتب عرفان مناطق هند و چین رو برید ببینید، عرفان سرخپوستی، عرفان امریکای لاتین برید ببینید. اینا وقتی که میخوان به شما ارتقاء نفسانی و الهی بدن، اول بهت میگن که جنبه جسمانی و طبیعی خودتو باید به کلی له کنی. بعد از راهبان شرقی تو کوههای هیمالایا و نپال و اینجاها الان هستن، اینا برای که اهل عبادت باشن و تخطی نکنن، چشماشون رو خودشون کور میکنن برای که معصیت چشمی نکنن، و خودشون رو عقیم میکنن برای که غریزه جنسی روشون فشار نیاره و معصیت جنسی نکنن. خب این طور تقوا که تقوای زورکی که تو اصلا دیگه نمیتونی گناه بکنی، یه کاری کردی که گناه نمیتونی بکنی. تقوا وقتی که بتونی بکنی معصیت و نکنی، نه که نتونی بکنی. مثل که دستش بریده است، خب اون نمیتونه دزدی بکنه، میگه آقا من دزدی نکردم. تو معلوم نیست که عمدن دزدی کرده باشی، به اراده خودت نیست که. اینا میگن آقا بعد جسمانی انسان رو به کلی نادیده بگیر، ازدواج، خوراک، کار، تلاش اقتصادی، تلاش سیاسی، حضور در صحنه سیاست و جهاد، همه اینا منافات داره با معنویت. این عرفان، عرفان غیر الهی، غیر انبیاییه. از اون طرف آقایون میگن تو غرب افراط، از اون طرفی میگن آقا چی جسم رو ببین، جسم رو ببین، فقط هم جسم رو ببین. یعنی منطق نظام سرمایه‌داری لیبرال اینه دیگه، اصالت شهوت، اصالت قدرت، اصالت لذت. برو لذت ببر، تو این روح و موه و عقل و اخلاق و آخرت و معاد و نرزان همه کشکی. این تعادل این وسط اسلام آمده یک کاری کرده، میگه آقا مادی ترین عمل چیه تو زندگی؟ شما ببینید یه غریزی تر و مادی تر و طبیعی تر از این که مثلا سر سفره غذا نشستن، غذا خوردن، نون در آوردن، دستشویی رفتن، یا مثلا آمیزش جنسی، دیگه از اینا شما غریزی تر و حیوانی تر مثلا عملی دارید؟ برای همینا اسلام اومده احکام گذاشته، هم حتی دستور زیادی داده، برای که میخواد بهت بگه آقا جون دستشویی رفتن تن یه کاری کن در مسیر تکاملت باشه. دستشویی هم که داری میری نگو یک قطعه از زندگی من هست هیچ ارتباطی به معنویت نداره، میگه همین دستشویی رفتن تن به معنویت ارتباطش میدی. هر کاری که میکنی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نیت درست بکن و در چارچوب شریعت عمل بکن، همون میشه نماز، همون میشه روزه، همون عبادته، همونطوره تکامل میده. این نوع نگاه رو حضرت عباسی تو کدوم مکتب عرفانی تو دنیا دیدید؟ کجاست اینا؟ که همه نیازهای طبیعی شما رو ببینه و از همه اینا پلکان بسازه برای ارتقاء روحی و عرفانی شما. بگه همون مادی ترین عملت هم از توش عرفان در میارم من. اینه که تو اسلام دین از سیاست جدا نیست، دین از اقتصاد جدا نیست، دین از حکومت، دین از هیچی جدا نیست. دین از هیچی جدا نیست تو این منطق.